اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الله میگه حساب و کتاب بندگان من نزدیک شدن ولی اونها در غفلت هن. شاید در این منبر 3 سال شده باشه، بیشتر شده باشه. هر سال 56 تا جمعه داره، 56 تا جمعه داره، هر جمعه 1 ساعت صحبت میشه. چند صحبت میشه؟ 56 ساعت صحبت میشه. چقدر بیان مسائل و دین میشه. اگر جوان مسلمان در میمری خود یک ویدو و یک صحبت از یک عالم داشته باشد، 3 شب یا 4 شب پای هم همین صحبت بشنوه، همین صحبت حفظ نمیکنه؟ صحبت حفظ میکنه. وقت باز ما نمیگیم که ما عوام هستیم، ما چقدر فرصت ها را از دست میدیم. باور بکنین الله رب العزت و الجلال خیلی مهربان است. خیلی صفحات کتاب را مطالعه کردیم، بعضی ها میگه 80 سال عمر کرد، میگه عمر نکردیم. عمری که به او برکت نباشه عمر نیست دیگه. عمری که از چی فکر بکنی یک کار خیر نکرده باشی و عمر نیست. عمری که یک شب تهجد برای الله نداشته باشد، عمری که یک شب خلوت نداشته باشد گریه بکند که یا الله این جوانی را به من دادی، مرا لایق قیمت این جوانی بگردان. این جوانی که یک شب تا صبح سجده برای الله نداشته باشد به درد میخوره؟ ریشی که سفید شده باشد یک شب تا به صبح معذرت خواهی از الله نکرده باشد، واقعا این عمر نکرده دیگه، ملامت نیست، عمر نکرده. جوانان عزیز، پدران بزرگوار، شخصیت های برجسته امت، بیاییم از الله جانان خود بخواهیم که خدایا ای خالق مهربان، ای خالق توانا، به ما توفیق انجام عمل خیر نصیب بگردان. خدایا به من توفیق نمازهای تهجد نصیب بگردان. شبها دراز شده، چند ساعت میخوابی؟ تا کی میخوابی؟ خواب طولانی کار داری؟ چشمت که بسته شد وقت مرگ آمد، هرچی میخوابی باز بخواب. زمستان در آمد آمد است، شبها دراز شده. جوانان بیاین، من کلید میدهم برای باز کردن قفل مشکلاتتان. حضرت امام ربانی میگه به ولایت نمیرسد، به درجات قرب ولایت الهی نمیرسد کسی که نماز شب ندارد. کسی که نماز شب ندارد. یک کسی دیروز بود، پریر بود، یکی از علما صحبت کرد و من اینجای رفتم مهمان شده. میگه وقت خواب کردم، ساعتهای 3 شب بود که از خواب بیدار شدم، یک آواز شنیدم بیدار شدم. میگه چشم خود را باز کردم، دیدم که کل خانواده به سر جای نماز، نماز تهجد میخوانه. دختر، بچه، زن، پدر خانواده. بنازم او پدر را، بنازم او پدر را، بنازم او مادر را که ساعت 3 شب با همت که دارد از بستر بلند میشود و دختر و پسر خود را بلند میکند که بلند شوین ای پسرم، ای دخترم که پروردگار عالم در آسمان اول آمده است. حدیث است، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میگه شبها رحمت الله در آسمان اول میآید، انتظار بندگان خود را میکشد. جوان مشکل داری؟ خب برو دل شب از او بخواه. خودش وعده داده در این حدیثی که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم بیان میکند، پروردگار عالم میگوید من در آسمان اول میایم، انتظار این را میکشم که بنده از من چی میخواهد که برایش بدهم. نعره تکبیر الله.
استغفار گناه، بخشش گناه، اونایش هم این بخشم الله میگه. گفت دیدم که کل خانواده به نماز تهجد بیدار شده. تابستان شبها کوتاست، زمستان شبها خنک است. الله را چی باید پرستش بکنیم؟ من یضمن لی ما بین لحیه و ما بین رجله، کسی که ضمانت زبان خود را و ضمانت شرمگاه خود را بدهد رسول معظم اسلام با آواز بلند صلی الله علیه و سلم می فرماید اضمن له الجنه، من ضمانت بهشت او را می دهم. الله اکبر. از پیامبر پرسان کردن یا رسول الله ای الاسلام خیر، کدام اسلام خیر است؟ فرمود المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان به معنای واقعی، مسلمانی که الله مسلمانش میگوید، مسلمانی که نبی او را مسلمان میگوید، آن مسلمان است که مردم از شر زبانش و دستش در امان باشد. اگر زنت با این زبانت اذیت می شود مسلمان کامل نیستی. اگر من ملا با زبان خود زن خود را آزار می دهم مسلمان کامل نیستم. اگر این زبان برادرت را اذیت کرده، همسایه تو را اذیت کرده، گفتن یا رسول الله زن هست در اینجا، شبها در قیام، روزها در صیام، شبها نماز میخواند و عبادت، روزها روزه میگیرد، اما زبانش بسیار زننده و تند است، همسایه ها از دستش آزار میبینند. رسول خدا فرمود هی من اهل النار، این زن از آتش جهنم است. زبان گفت این زن از آتش جهنم است. حضرت شیخ احمد جام رحمت الله علیه میفرماید گر خرد کامل شود انسان نمی بیند زیان، گر خرد کامل شود. عقل انسان که کامل شد، وقتی انسان از عقل خود کار گرفت، جوان از عقل خود کار گرفت، خواهر مسلمان از عقل خود کار گرفت، گر خرد کامل شود انسان نمی بیند زیان. بدترین دشمن چی باشد آدمی را جز زبان؟ گرگ ها در رنده اند، تکلیفشان روشن، ولی وای از آن گرگی که پنهان است در ذات شبان. قبل از آن که دل برنجانی کلامت را بسنج، قبل از آن که دل برنجانی کلامت را بسنج، تیر رفته بر نمی گردد به آغوش کمان. هرچه می پسندی، هرچه را می پسندی، هرچی میپسندی را گو با دیگران، چیزی که تو خودت میپسندی همین را با دیگران بگو. هرچی کلام خوشت میآید همین را به دیگران بگو. هرچی میپسندی را بگو با دیگران، فرق دارد نازنینم نوش جان با نیش جان. گردن را بشکنی تعریف حالت این شود، همچون مرغی که قفس باشد برایش آسمان. نزد خالق با منیت من منم هرگز مکن، ما کجاییم نقطه‌ای در ناکجای کهکشان. شاعر میگه نباید این زبانی که استخوان ندارد، زبان اگر ببینی همه جای ما یک استخوان دارد، چیزی که استخوان ندارد کجاست؟ زبان. چرا این را استخوان الله نداده؟ برای این که چند تا گوش داریم؟ چند زبان داریم؟ دو تا بشنم، یک تا بگو، سنجیده بگو. این زبان گرچه استخوان ندارد عزیز من، اما چنان شدت و تیزی دارد اگر مراقب نباشی قلب را مشکناند.
یکی از دانشمندان میگفت مراقب زبان خود باش، مراقب زبان خود باش، چون چیزی را که نگفتی میتوانی بگویی، اما چیزی را که گفتی نمیتوانی دوباره به دستش بیاوری. این چیزی که از زبان کنده شد دوباره نمیآید. از برای نرم گفتن شد زبان به استوان. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود مسلمان کسی است که مردم از شر زبان او و دست او در امن باشه. خیلی عزیز من خواهش میکنم مراقب این زبان خود باشید.